سلام بچه، چطورین؟ اسلام هستم، خوش اومدیم به این چنل و خوش اومدیم به قسمت دوم برنامه کرایم سین. اگه میخوای بدونی که مزه انسان چجوریه و طرز تهیه این غذا چجوریه، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. امروز میخوایم راجع به آلبرت فیش، البته اسم اصلیش از همیلتون هاروارد آلبرت فیش، معروف آلبرت فیش، که خیلی به چیزهای زیادتری هم معروفه، مثل دیوانه ماه یا مثل مرد خاکستری، که بیشتر به مرد خاکستری معروف بوده. قبل اینکه برسیم به قتل و آدم خوری و ایناش برسیم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی اصلا یک آدم نیست. چرا بگم یک آدم؟ آدم نیست، آدم نبود. سال 19 می 1870 به دنیا اومد. خیلی جالبه، وقتی که به دنیا اومد باباش 75 سال داشت. اصلا این خودش میتونه یه تئوری باشه که بگیم آقا این دلیل این بوده که این آدم دیوانه ای شده، که پدر مثلا پیر داشته روش تأثیر گذاشته. توی خانواده بزرگ شده که خیلی توی حالا تاریخشون بخوایم بگردیم، اشکال منتال ایلنس زیادی هم داشتن، از عموش گرفته، از مادر بزرگش گرفته، خواهرش گرفته، 3 تا خواهر داشته، یه دونه داداش داشته. رفته رفته میریم جلو به سال 1875 میرسیم که پدرش در سن 80 سالگی سکته قلبی میزنه میمیره. وقتی که پدرش میمیره، مامانش دست تنها بوده، چون کار میکرده نمیتونسته هم بچه داری بکنه هم بخواد کار بکنه. پس به اصطلاح آلبرتو برمیداره میبره یتیم خانه اورفان میذاره. یتیم خانه اورفان، اگه حضور خاطر شما باشه، که یه فیلمی هم ساخته شده که همین یتیم خانه اورفان اسمشه و فیلم ترسناکی هم بوده، یعنی مشکلاتی توی این یتیم خانه بوده که واقعا هم بوده. از اینجای داستان آلبرت یه مشکلاتی پیدا میکنه، خیلی اینجا از اینجا اوضاع خیت میشه. اصلا آقای آلبرت معروف بوده به همیلتون دیگه، اسمش بوده همیلتون، اونجا هی مسخرش میکردن به خاطر اسمی که داشته. نمیدونم حالا مثل حسن کچل که ما داریم یه چیزی بوده اون زمان، همیلتون خیلی توی یتیم خونه بچه های بزرگتر، پسرهای بزرگتر مسخرش میکردن، تجاوز میکردن، اصلا اذیت میکردن خیلی، حتی بزرگتر هم اذیت میکردن. باز ما حتی تو ایران هم داشتیم که یه اشتباهی تو میکردی تنبیه داشتی، خب مثلا چه میدونم خودکارو میذاشتن لوی انگشت، دست خطکش میزدن بهت، یا بالاخره یک تنبیهای به خصوصی داشتی. یتیم خانه هم همینجوری بود، توی اشتباهی میکردی یه تنبیهایی هم میشدی. حالا چه اتفاقی میافته؟ این آقای آلبرت فیش چند بار تنبیه میشه، تنبیه میشه، پسرهای دیگه اذیتش میکنن، تا به جایی میرسه که خوشش میاد، دوست داره. یعنی چی؟ سادیسمی میشه، مازوخیسمی میشه. یعنی چی اینا؟ به اصطلاح enjoy the physical pain، یعنی خوشش میاد. یعنی چی؟ ببینید سادیسم چیه. سادیسم میگه که من تو رو اذیت میکنم لذت میبرم، برام لذت بخشه، وقتی تو رو میبینم، تو رو میزنم، تو داد میزنی، لذت میبرم. اینو بهش میگن سادیسم. مازوخیسم داریم، اون چیه؟ میگه که تو منو بزن، من لذت ببرم، منی که ضربه میخورم لذت میبرم از ضربه ای که تو بهم زدی. پس این اتفاق براش میفته، هی دوست داشته تنبیه بشه، هی دوست داشته تنبیه بشه، اینو بزنن، خوشش میمده، یعنی باعث لذتش میشده، ارضا میشده وقتی این کار رو باش میکردن. رفته رفته میریم جلو به 9 سال، تا 9 سالگی توی یتیم خونه بوده. بعد 9 سالگی مامانش شده یه کار دولتی داشته، سعی میکنه اینو از یتیم خونه بکشه بیرون، میارتش بیرون، عالیه، همه چی خوبه. 12 سالش میشه، اوضاع بیریخت میشه. 12 سالش میشه، چی میشه؟ یک رابطه عاشقانه رو برقرار میکنه با یک پسری، یک رابطه فوق‌العاده کثیف، کثافت این رابطه، اصلا من نمیدونم چجوری باید بگمش، کثافته. اینجوریه که یک با یه پسری اوکی میشه، خیلی مچ میشن با هم، و پسره یه چیزایی به آلبرت یاد میده. مثل چی؟ مثل گوه خوری، مثل شاش خوری،
میگه چیکار کن؟ میگه آلبرت بیا اینجا برین من بخورم، دوست دارم یک رابطه کثیف. آلبرت بیا برین تو دهنم. یه همچین حرفای، مثلا اون میریده آلبرت میخورده، آلبرت میریده اون آقا میخورده. یعنی یک برای یک پسر 12 ساله واقعا این چیزا تأثیر گذاره. خوب میریم جلوتر، رابطه کات میخوره. میگه آقا الان من با چی باید خودمو لذت ببرم، با چی لذت ببرم، با چی خودمو ارضا بکنم. تصمیم میگیره بره توی حمام های عمومی، توی رخکن. میره اونجا لخت پسر رو میبینه، لخت مرد رو میبینه، خود ارضایی هم حتی گفتن میکرده اونجا. خیلی جالبه. تا به 20 سالگیش میرسه. 20 سالگی چی میشه؟ هیچ مشخصه چی میشه. 20 سالگی هرزه میشه خیلی راحت. به اون خیلی اصلا یک زندگی کثافت. بعد اینکه این اتفاقا میفته، مامانش میگه نشد، اینجوری نمیشه زندگی کرد، من باید برای تو یه زن بگیرم. یه زن میگیره به اسم آنا، 6 تا بچه میاره. ماشاءالله آلبرت بچه دوست داشته، آخه میدونی 6 تا بچه میاره و سرگرم میشه توی کار نقاشی ساختمان. ولی در همون حین هم با کودک ها برنامه میذاشته، مثلا حتی به یه پسری میگفته این اسخر قاتل، به یه پسری میگه من به تو پول میدم، چند تا پسر واسه اون جور کن، با باشون برنامه کنیم دیگه. میگذره. ببینید به خاطر یک اتفاقی که نمیخوام حالا خیلی تو جزئیات برم و توضیح بدم، یه اتفاقی میفته، به خاطر کلاهبرداری میره زندان. بهش میگن که یه اشعه ایکس ما بعد از کون شما داشته باشیم. اشعه ایکس میگیرن، میبینن حدود 29 تا خودکار و سوزن و اینا تو خودشه. یعنی خود تو خودش میکرد، سوزن میکرد، عشق میکرد. یعنی سوزن که میکرد اصلا لذت میبرده، سوزن که مینداخته بالا یه حالی به حولی اصلا خاصی میشده. همه گفتن اون مشکل داره، روانی دیوانه است. حالا به این کار نداریم، از زندان میاد بیرون و عاشق پسر 19 ساله میشه. عاشق که نه، خیلی باش حال میکنه، یه رابطه مازوخیستی با هم برقرار میکنن. چه رابطه ای حالا به نظر شما؟ تو منو بزن یه حالی بکنیم، من تو رو میزنم یه حالی بکنی. یعنی همدیگر رو میزدن و لذت میبردن. خیلی رابطه جالب، خیلی قشنگ. بچه اون پسر نوجوان 19 ساله دیگه میبره، دیگه میمیره، میگه من دیگه نمیتونم. بعدش میگه آلبرت بهش میگه که نمیتونی؟ شوخی نکن، نمیتونم چیه؟ بعد توی اعترافای خود آلبرت اومده که میگه آقا این پسر از نظر جنسی و ذهنی ناتوان بوده، احمق، اصلا نمیتونسته هیچ حرکتی بزنه. به خدا من گرفتم کشتمش. چجوری بوده؟ بذار بریم به جزئیات برسیم براتون باز کنم. میگه آقا نمیتونی؟ نشد که، نمیتونم، نمیشه که، بریم تو رو بکشم. میبرتش توی مزرعه، شکنجه میکنه به اندازه 2 هفته. 2 هفته طول میکشه شکنجه، خیلی اذیت میشه پسره. آخرم میبره با اره دستی اون دودولو میبره. تو اعترافش گفته بودش هیچ وقت یادم نمیره، توماس کدن که اسم همین پسر 19 ساله بوده، هیچ وقت یادم نمیره فریادی که میزد، اونجور که من نگاه میکرد خیلی زیبا بود صحنه. یعنی لذت میبرد، یعنی این دولو که برید لذت بخش بود براش. میگه که میخواستم تیکه تیکش کنم ببرم خونه بخورم، ولی چون تا راه خونه مزرعه تا خونه زیاد بوده جلب توجه میشده، نمیتونستم این کار کنم. پس چی کار میکنه؟ میگه همونجا یه بوسه به سرش زدم و خداحافظی کردم و اومدم، دیگه هیچ وقت سمتش نرفتم تا یه خبر ازش بگیرم، دیگه اصلا نمیدونم چی شده، مفقود الاثر شده. یهو وسواس، یه وسواسی به وجود میاد براش. وسواس چی بوده؟ وسواس آدم خاری بوده. یه سال 1919 میرسیم، یک پسری رو میکشه با معلولیت ذهنی. چرا؟ تاثیرگذار بوده، چون گفته بود آقا اون پسری که باش برنامه کردم از نظر ذهنی ناتوان بوده، یکی با معلولیت ذهنی میکشه. قربانیانش اوایل معلولیت ذهنی بودن، بچه هایی که معلولیت ذهنی داشتن. حالا ازش پرسید آقا تو چرا اینا رو میکشتی؟ میگه چون اینا وقتی میدونی من از خدا دستور میگیرم، وقتی اینا میمیرن نمردن، هنوز کنار ما هستن، یعنی اینو من کشتم اینجا هستن دست. این خیلی حرف قانع کننده ای بوده که این آقای آلبرت زده. میریم 11 ژوئن 1924 میرسیم، دنبال یه دختری میره، دختر بچه به اسم بیاتریس. این
میره میگه آقا اینو اجازه میدیم با من بیا تو مزرعه، میخوام یه چند تا ریواس بشینم، بیاد با من بچینه کمک کنه به. مادرش میگه نه هرگز هرگز، خدا رو شکر بیاتریس زنده از اونجا میاد بیرون. سه روز بعد میکشه یکیو به اسم فرانسیس مکدانل. بهش میرسیم، کامل به قتلش میرسیم. خیلی هم قتل کوتاهی داره نسبت به گریس باد و بیلی دافنی. سریع صحبت میکنم که خیلی ویدیو طولانی نشه، خسته نشین. قبل اینکه بخواد گریس باد رو بکشه، وسایل شکنجه رو آماده میکنه، میذاره زیر تخت. میگه خب وسایل که آماده کردم یه تست بکنم، الکی سر گریس به باد ندم. داستان اینکه چجوری گریس باد رو گرفت بهتون توضیح میدم، فقط میخوام قبلش یه مقدمه بشینم که چی شده بوده. میره پیش کوین، یه بعد پسر بچه‌ای بوده که با رفیقش داشته تو پیاده رو میرفته، میگه نهار میخوری؟ میگه بله. بیا بریم آپارتمانمون یه ساندویچ بهت بدم حالشو ببری. اینو بهش میگه. پسر بچه کوین با دوستش که داشته قدم میزنه میگه چشم، حتما بریم یه حالی به حولی بدیم دیگه. میرن اونجا رو تخت آلبرت فیش بپر بپر میکنن، تو شک میاد بالا، یهو وسایل شکنجه زیرش میبینن و الفرار. خدا رو شکر کوین جون سالم به در برد از اون قضیه، خدا رو شکر. خب نتونست تست کنه آقای آلبرت فیش. نمیدونم چرا همه اینا میگه، یکی میگه آقا لباست پارست، بیا بریم برای لباس بخرم. یکی میگه آقا گشنته، بیا بریم اینجوری. میدیدم همیشه تو فیلم های ایرانی، مثلا بابام هم میگفت آقا تو از مدرسه اومدی بیرون، یکی گفت آقا بیا من دوست باباتم، بیا من اینو میخوام بادو باش نری. دیدم حق دارن واقعا، چون واقعا ترسناکه. حتما یه چیزی میدونستن که میگفتن این چیزا رو دیگه اون زمان. خب گریس باد قتلشو نمیگم. چرا؟ چون یه قتل دیگه قبل اینکه گریس رو بخواد بکشه داشته، قتل همون فرانسیس مکدانل که سال 1924 بوده. من قتلها رو براتون میخونم، قتل گریس باد رو آخر میخونم، با اینکه 1925 اتفاق افتاده ولی قتلش رو آخر میخونم، چون اون قتلی که اونجا انجام داده اون نامش باعث شد که همین آلبرت فیش گیری افته و پلیس ردشو بزنه و بگیرتش. پس اونو میذارم آخر. گریس باد درسته خیلی مرگش معروف شد توی همه جا، ولی بدترین مرگ به نظر همه، بالاخره سریال کیلر یه مقتولی داشتن که خیلی شدید به قتل رسوندنش. خب همشون یه قتل شدید داشتن که به نظر من بیلی گافنی اون مقتوله. بهشون میرسیم. اول میرسیم به فرانسیس مکدانل. در شب جولای 1944، در جولای 1924، فرانسیس داشته تو کوچهشون با رفیقاش بازی میکرده که دیگه به خونه بر نمیگرده. دیگه به خونه بر نمیگرده، مشکوک میشن، به پلیس اطلاع میدن و چی شده و از دوستاش بپرسن. میگه آقا فرانسیس با مرد خاکستری رفت. مرد خاکستری کی بوده؟ میچرخن جستجو میکنن، روی درخت میبینن یه پسری دار زده شده. شدید نزدیکی همون نیبرهود هم بوده، همون نزدیکی همون خونهشون بوده، دار زده شده. تو اعترافاتش اومده حالا بهش تجاوز جنسی شده بوده، از نافتارانش شدیدن تا شکم و ایناش همه پارگی شدید داشته، کلا همسترینگ از گوشت جدا شده بوده، خیلی اوضاع خیتی داشته. حتی تو اعترافش اومده که من میخواستم پسره رو اخته بکنم ولی چون سرصدا شنیدم ممکن بود که گیر بیفتم، نشد انجام بدم. بعد مدتی مامان همین فرانسیس گفتش که من تو کوچه دیدم از پنجره که یه مرد خیلی خاکستری، اصلا خیلی دارک بوده، داشته راه میرفته و کارهای عجیب غریب میکرده، پوزخند میزده. نگو که این همون آدمه. میگذره میرسیم به بیلی گافنی سال 1927، قتلی که بعد از گریس باد اتفاق افتاد. بهتون بگم گیج نشیم. ببینید اول فرانسیس رو کشت سال 1924، بعد گریس باد بود 1925، بعد 1927 بیلی گافنی بود، ولی نامه گریس باد سال 1934 بود. یعنی نامه بعد مثلا 10 سال حدودن فرستاده شد به در خونه مادر گریس باد. حالا بیلی گافنی رو بهتون بگم چی بوده داستانش. ببینید بیلی گافنی 11 فوریه 1927 بیلی 4 ساله داشته با یه بچه 3 ساله و داداشش که 12 سالش بوده بازی میکردن تو آپارتمان خونهشون. بچه 12 ساله میره تو خونهش که تو آپارتمان بوده، میره تو خونه چی برداره مثلا بیاره بخورن با هم یا نمیدونم حالا چی، میاد برمیگرده میبینه نیستن.
پسر 3 ساله نیست، پسر 4 ساله نیست. میگردن آخه کجا، کی، چی شده، چه اتفاقی افتاده. میگردن میرن تو سقف، داداش 3 سالش رو پیدا میکنن، ولی بیلی ناپدید شده بوده. بی خبری از بیلی نبوده. چه اتفاقی افتاده برای بیلی؟ اول بذار اینو بهتون بگم. یک آدمی که حال قطار برقی داشته طرف، بعد میگه یه روزنامه میبینه، جوزف میهن بوده اسمش اگه اشتباه نکنم، راننده قطار بوده جوزف میهن، تو روزنامه عکس آلبرت فیش رو میبینه، میگه اوه من اینو دیده بودم، تو واگن نشسته بود با یه پسر بچه. این اطلاع میده به پلیس. خب حالا به این کار نداریم. یه نامه ای میزنه آلبرت فیش به وکیل خودش، که من اون نامه رو از رو میخونم چون ممکنه بعضی جاش جا بندازم. گفنی رو به خیابان ویکر آوردم، یه خانه مسروکه اونجا بود و یه سطل آشغالی اون گوشه بود. از تو سطل آشغال یه پارچه کثیفی پیدا کردم، بیلی رو لخت کردم و دست و پاشو با همون پارچه کثیف بستم. بعدش لباس و کفشهاش رو آتش زدم و با واگن برقی به خیابان 50 رفتم، همون واگنی که جوزف میهن دیده بود که این نشسته. حدود ساعت 2 بعد از ظهر که به خانه رسیدم، ابزارهایم را تهیه کردم. کات آف ناین تیلز یه وسیله‌ایه که شلاق میزنی مثلا باش، خیلی اذیتم میکنه اگه خیلی محکم باشه. یکی از چیزاش وسایلشون بود. میگه که باش به پشت سرش ضربه زدم، انقدر میگه محکم بوده که خون تا پاش اومده و سرازیر شده رو زمین. بیلی 4 ساله، گوش، بینی، دهانش رو گوش تا گوش بریدم. گوش تا گوش میدونی یعنی از اینجا آورده بریده تا کل این دهن رو بریده، از اینجا تا اینجا گوش تا گوش بریدم. چشمانش رو از حدقه در آوردم، اون موقع مرده بود. چاقو رو کردم تو شکمش، دهنم رو بردم زیرش و خونش رو نوشیدم. آخه بچه 14 ساله، یعنی 4 ساله، 14 ساله. 4 تا گونی سیب زمینی برداشتم، تیکه تیکش کردم، انداختمش تو گونی، به جز گوش و بینی و چند تکه از شکمش که گذاشتم یه خورش درست کنم. حالا ادامهش میگه. سپس از وسط بدنش رو بریدم. یه سنگ انداختم تو گونی، بردم انداختم توی دریاچه کثیف و لجنی در امتداد جاده، نمیدونم به سمت شمال و اینا، غرقم شد به خاطر سنگی که انداخته بودم. بعدش خیلی جالب، بعدش میاد کلا تهیه غذا رو بهمون میگه. تهیه غذا رو تو نامه میویسه که من دیگه کلش رو ننوشتم. میگه که میگه من جلوی شکمش از همه بیشتر دوست داشتم، یکم چربی بود که برای پخت در فر آماده بود. اینو خیلی دوست دارم. یه از گوش، بینی، تکای از صورت و شکمش یه خورشت درست کردم. پیاز، هویج، شلغم، کرفس، نمک فلفل، عالی بود. طرز تهیه غذا رو کامل گفته. انقدر میذاری با پیاز تفتش میدی، بعد یه اینو میگیری میذاری تو فر، همه رو گفته. این بدترین مرگی بود که من دیده بودم تا حالا. بیلی گافنی خیلی ناراحت کننده هم هست، واقعا خیلی ناراحت کننده است. میرسیم به گریس باد، نامه‌ای که خیلی معروف شد در جهان و همون هم باعث دستگیری آلبرت فیش شد. می سال 1925 میگه چجوری آشنا میشه با گریس باد. فیش یه آگهی میبینه توی یه روزنامه‌ای که یک آدمی به اسم ادوارد باد که داداش گریس باد بوده میخواسته یه جا استخدام بشه، مشغول به کار بشه. زنگ میزنه میره خونهشون، خودشو معرفی میکنه، میگه آقا من کشاورزم، مزرعه دارم، تو میتونی بیای پیش من کار کنی. یعنی قربانی که انتخاب کرده بوده ادوارد باد بوده، داداش گریس باد. خب تاریخ و اینا رو میزنن اوکی میکنن و برای بار دوم که میرن حالا قرارداد کار و از این حرکت ها بخواد بزنه، بار دوم که میره توی خونشون خواهرشو میبینه، خواهر ادواردو میبینه و قربانیشو از ادوارد به گریس تغییر میده. نهار اونجا میمونه،
بهونه میاره، یه بهونه میاره که گریس رو با خودش ببره. چه بهونه؟ میگه خواهرزاده من مهمونی داره میگیره برای تولدش، اگه بذارین گریس ما هم بیاد خیلی خوب میشه، خیلی فضای شادی هست، جالبه، خوش میگذره بهش. بعد اینکه تموم شدم میارمش خودم. بعد مامانش میگه که بله ببرینش، حالا میبرتش رو دیگه نمیاد. گریس بی گریس تموم میشه. سال 1934 یه نامه ای میرسه به دست مادر گریس. مامانش سواد نداشته، نمیتونسته بخونه، میده به پسرش که بخونه براش. نامه از این قرار بوده، از رو میخونم که جایی جا نیفته. خانم باده عزیزم، در سال 1894 یک مقدمه چینی میکنه که خیلی مادرش اذیت نشه. خیلی مرد بزرگی بوده به اصطلاح، بهتون اونو میگم. میگه که رفیق من از سان فرانسیسکو داشته میرفته چین، به ساحل چین که رسیده مست میکنه تو ساحل و حالی به حولی میشه، نمیفهمه، میخواسته بره تو کشتی که برگرده سان فرانسیسکو، یهو میبینه کشتی نیست، مجبور میشه تو چین بمونه. تو اون سال چین به قحطی رسیده بوده، اوضاع خیلی خیلی قمر در عقرب بوده. چی کار میکنن؟ میگه که انقدر اونجا قحطی بوده که مردم های چین بچه های زیر 12 سال رو میبردن قصابی ها که اینا ردیف کنن، قصابیشون کنن، بفروشن و به عنوان گوشت گوساله هرچی بدن بیرون که مردم بخورن. میگه گرفتم، خیلی خوشمزه، عالیه. میگه وقتی که برگشت دو تا بچه 7 و 11 ساله رو گرفت، شکنچشون کرد که گوشتشون لطیف و خوشمزه بشه، داغ باشه. بعد میومد برای من تعریف میکرد، میگفت وای آلبرت، نمیدونی چه چیزی بود، چه گوشتی بود، چه گوشتی. تعریف میکنه، میگه عالیه به نظر من. بعد آلبرت میگه که با خودم فکر کردم، گفتم به به، باید امتحان بکنم. به خانه اومدم، نهار خوردیم، گریس تو بغل من نشسته بود، منو بوسید. به خاطر همین من گفتم که باید اینو بخورم. چرا؟ داره باد حال میکنه، چرا بعد اینو بخوری؟ چرا آخه مرد مریض؟ میگه که اونو آوردم به خونه ای که از قبل انتخاب کرده بودم، گفتم گریس تو بیرون باش، من برم بالا یه سورپرایز برات دارم. گریس هم میگه باشه بابا بزرگ، مثلا یه آلای همشین چیزایی. میگه رفتم تو اتاق، لخت شدم، رفتم تو کمد. قبل اینکه برم تو کمد رفتم دم پنجره، گفتم گریس بیا بالا، بیا بالا. رفتم تو کمد، چون اگه گریس تا یه ذره پله رو میومد بالا لخت منو میدید فرار میکرد، پس گذاشتم کامل بیاد بالا. وقتی از پله که اومد بالا گرفتمش، گریه میکرد، چنگ میزد، ضربه میزد، میگفت من نمیدونم میگم، ولی من گرفتم خفش کردم، لختش کردم. میگه خفش کردم و سپس به قطعات کوچکتر تقسیمش کردم تا بتوانم گوشتهایش رو به آشپزخانه ببرم. میگه گوشت او چقدر شیرین و خوشمزه و لطیف بود. 9 روز میگه که 9 روز طول کشید تا من بتونم کل بدن اینو بخورم. 2 تا نکته میگه توی نامش که خیلی اصلا باعث میشه مادر گریس به نظرم آروم بشه با این 2 تا جمله. جمله ها چیه؟ 1، باید به گریس فوش میدادم ولی خودم رو نگه داشتم با اینکه لازم بود بهش فوش بدم. 2، گریس باکره مرد. خدا رو شکر ها، خدا رو شکر که این اتفاق افتاد. تموم میشه، پلیس میاد میبینه نامه 6 ضلعی بوده، قشنگ میبینه نامه چجوریه داستانش، میفهمه که نامه از کجا آمده. مکانشو میگیره، میره اونجا، سرایدار میگه که خونه نیست، میگه منتظر میمونم. پلیس منتظر میمونه، میگه آقا تو باید بیایی چند تا سوال فقط جواب بدی. کلک میزنه به آلبرت، آلبرت هم میگه بله حتما من با شما میام. سال 1934 میبرتش پلیس آگاهی، مقر پلیس. انکارم نمیکنه که گریس رو کشته، اصلا انکار نمیکنه، میگه آره کشتم، خیلی هم اوکیه. میگه که یک نکته میگه که خیلی به نظرم نشون میده که این آدم خیلی بزرگ مرد بوده. میگه اصلا به ذهن من خطور نکرد که بخوام با گریس رابطه جنسی برقرار کنم،
آفرین بابا، تو کی هستی بابا؟ دمت گرم. تموم میشه سال 1935، محاکمه میشه، 10 روز طول میکشه محاکمهش. یه کسایی بودن میومدن اونجا نظر میدادن دیگه، اون گوشه نشستن که نظر بدن با قاضی دیگه. اونا همه میگن آقا این دیوانه است، باید اعدام بشه. روانپزشک اونجا گفته که آقا این مازوخیسم داره، سادیسم داره، روانپریش هست، آدمخوار هست، پدوفیل هست، یوروفیل هست، هماتولاگی هست، همه چی. میگه اصلا همچین چیزی تا حالا من تو زندگی مثلا امکان نداره ببینم که یک آدم این همه بیماری روحی داشته باشه. 16 ژانویه 1936 روی صندلی الکتریکی حکمش میاد که باید اعدام بشه. آخرین حرفایی که ازش اومده این بوده که من اصلا نمیدونم چرا اینجا هم. من چرا اینجا هم؟ من اصلا دلیلی نداره که رو صندلی الکتریکی باشم. یه یادداشتی قبل اینکه بره اعدام بشم داشته که به وکیل خودش داده و از وکیلش خبرنگار پرسیده و گفته که هرگز این نامه رو به هیچکی نشون نمیدم، انقدر که این نامه مریض بوده، مریض. خب بچه های عزیز، عشقای دلم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. من که خیلی سعی کردم هم سریع بهتون بگم هم با هیجان بگم. به نظر خودم خیلی داستان قوی بود، ولی چون خیلی قدیمی بوده خیلی اینفورمیشن نبوده راجع به داستان آلبرت فیش که بتونم براتون پیدا کنم. ولی امیدوارم که دوست داشته باشین. و یه فیلمی هم داره به اسم مرد خاکستری، گریمن، سال 2007. من خودم دیدم، جالب بود، بد نبود. از همون اول داستانش که تو یتیم خانه بود و تا آخر راجع به داستان گریس باد نشون میده. اگه دوست دارین، اگه جالبه براتون، میتونین ببینین. دوستتون دارم زیاد، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا بعد.